درود بر شما. 23 آبان ماه 1399 خورشیدی و 13 نوامبر 2020 میلادی. امشب در صفحه آخر می‌پردازیم به تأثیر نتیجه انتخابات آمریکا بر ایران. و البته پرده آخر هم آخر برنامه. قبل از شروع موظفم خدمتتون عرض کنم که به روال معمول برنامه‌های صدای آمریکا، نظر مهمانان محترم برنامه الزاماً نظر صدای آمریکا نیست. و اما در پیوند با تقدیمی، نمیدونم خبر شدید یا نه که خانم نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر و فعال حقوق کودکان، در ایران شنبه گذشته با سپردن وثیقه به مرخصی آمد از زندان قرچک ورامین. نسرین ستوده که از 20 سال گذشته مدام در معرض آزار دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی و بازجویان اطلاعاتی و سپاهی در داخل و خارج زندان بوده، در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی محکوم شده است به 33 سال حبس، 148 ضرب شلاق که بر اساس قانون مجازات اسلامیشون 12 سال از این حکم قطعا میگوین اجرا می شود، اگر البته در بر همین پاشنه بچرخد. نسرین ستوده در 22 بهمن 96 بیانیه‌ای رو با 14 چهره سرشناس مدنی و هنری دیگر امضا کرد که در اون با تأکید بر اصلاح ناپذیری حکومت جمهوری اسلامی، خواستار برگزاری همه پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد برای گذار مسالمت‌آمیز از حکومت فعلی به یک دموکراسی سکولار پارلمانی شدند. خانم ستوده در سالهای زندانش بارها اعتصاب غذا کرده، در 8 ماه گذشته که از شیوع کرونا در زندانها گذشته، در اعتراض به بی‌اعتنایی متولیان امر به حق آزادی مشروط زندانیان و تعیین کنندگی بازجویان در حکم زندانیان اعتصاب غذا کرد که به جای اینکه به بیمارستان بفرستنش حالش خراب شد، از اوین فرستادنش به زندان قرچک ورامین که مختص زندانیان عادی است. باری سه‌شنبه 20 آبان، همین سه‌شنبه پیش، رضا خندان همسر نسرین ستوده در صفحه فیسبوکش نوشت امروز نتیجه تست نسرین مثبت اعلام شد، یعنی 3 روز بعد از آزادیش از زندان، مرخصیش از زندان. مقامات قضایی و سازمان زندان‌ها با آگاهی از شرایط غیر بهداشتی و فاجعه بار زندان قرچک، بیدلیل او را از زندان اوین به آنجا منتقل کرده و با وجود بیماری و ضعف بسیار شدید او را در معرض ویروس قرار دادند. نسرین ستوره شنبه شب که از زندان آمد بیرون، از زندان قرچک، پسرش رو که رفته بود به استقبالش دم زندان نشناخت. تقدیمی امشب به همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. گل سرخ پیدا نکردم. گل سفید. آره گل سفید. آره جان خوبه. مرسی. شما خوبی؟ مرسی. حالی چه داره؟ بله بله. ایشون نیما هستن. نیما شمار آرای الکترال در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا جو بایدن رو رئیس جمهور منتخب آمریکا نشون میده. 270 رأی الکترال شمار لازم رأی برای برنده شدن در انتخاباته که همونطور که میبینین جو بایدن از سقف عبور کرده. 279 رأی الکترال در برابر 217 رأی الکترال دونالد ترامپ، رئیس جمهوری فعلی آمریکا. فارغ از جزئیات مربوط به انتخابات آمریکا، تأثیر این انتخابات بر ایران چیست؟ مستقیم بریم سر اصل مطلب. در خدمت آقای حسن دایی هستیم، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل جمهوری اسلامی ایران. آقای دایی خوش آمدید به برنامه صفحه آخر. نخستین سوال مشخصا، سیاست آمریکا در دوره دونالد ترامپ در قبال ایران چه بوده است؟ آقای ترامپ موقعی که به قدرت رسیدن، رئیس جمهور شدن، تقریبا همون سیاست آقای اوباما رو ادامه دادن، ولی در سال 2018
از برجام خارج شدن. بعد پایان 2018 تحریم‌های فوق‌العاده شدیدی رو علیه جمهوری اسلامی شروع کردن، یا سیاست فشار حداکثری. خب در این دو سالی که سیاست فشار حداکثری بوده، اکثر درآمدهای خارجی جمهوری اسلامی قطع شده، فشار بسیار زیاد شده، و در شرایطی که جمهوری اسلامی در ورشکستگی اقتصادی شدیدی قرار داره که به گفته خیلی ها در ایران برگشت ناپذیره بودن این تحریم ها، با اون ورشکستگی جمهوری اسلامی رو بسیار بسیار تضعیف کرده، فشار بی سابقه بوده. از طرف دیگه دولت آقای ترامپ در گفتار هم خیلی تغییر داده در این دو سه سال اخیر، در کنار مردم بوده، وزارت خارجه آمریکا بیشتر از جنبش مردم حمایت کرده، از قربانیان نقض حقوق بشر حمایت کرده، و این خودش برای مردم ایران خیلی دلگرم کننده بوده. بنابراین یک عامل روحی تقویت کننده برای جنبش هم بوده. اضافه بر اونها، حذف قاسم سلیمانی هم تأثیر بسیار بسیار مهمی در تضعیف جمهوری اسلامی در منطقه و در تضعیف خود جمهوری اسلامی در داخل ایران داشته. بنابراین اگه مجموعاً بخوایم قضاوت بکنیم، سیاست فشار حداکثری آقای ترامپ به اعتقاد من خیلی خوب بوده علیه جمهوری اسلامی، ولی با این نکته که در طول 4 دهه گذشته همه رؤسای جمهور آمریکا واقعا دلشون میخواسته که این جمهوری اسلامی رژیمش تغییر بکنه یا لااقل رفتارش رو تغییر بده، ولی هیچ کدومشون سیاست تغییر رژیم رو در دستور کار نداشتن که بیان برای سرمایه گذاری کنن. حالا ممکنه مثلا همین سیاست فشار حداکثری منجر میشد به اینکه کمک بکنه به سقوط، ولی دنبال تغییر رژیم نبودن. برخی از دولت‌ها سعی می‌کردن بیشتر تحریم کنن، برخی تحریم و در کنارش مشوق هم به جمهوری اسلامی می‌دادن. در حقیقت در این طرف طیف آقای ترامپ میشه گفت این دو سال آخر بیشترین فشارها به جمهوری اسلامی آورد و کمترین امتیازات داد، که از این نظر خیلی مثبت بوده به اعتقاد من. مثبت بوده در چه جهتی؟ در جهت اینکه جمهوری اسلامی رو تضعیف کرده، سیاست منطقه‌ایش رو تضعیف کرده، شکاف مردم با نظام رو بازتر کرده، به مردم روحیه بیشتری داد برای اینکه بتونن در مبارزات خودشون ببینیم. همه عامل‌های تشدید کننده است، کمک کننده است، تقویت کننده است، به این معنا نیست که فاکتور اصلی بوده. درست. کمک کرده تمام اینها به تضعیف جمهوری اسلامی. وقتی پول دستش نیست، طبیعتاً دستگاه سرکوبش رو پول نداره خرجش کنه، پول نداره تو منطقه خرج بکنه، تمام اینا باعث تضعیف نظام میشه و این میتونه به جنبش کمک کنه. جنبش روی پای خودشه، این جنبش مردمی در ایرانه که باید از پس حکومت بر بیاد، ولی طبیعتاً سیاست‌های خارجی میتونه کمک به مردم باشه یا کمک به رژیم. این سیاست‌ها در 2-3 سال اخیر بیشتر کمک به مردم بود. خب آقای دایی، سیاست جو بایدن، دولت جو بایدن به کدام سو قراره بره؟ آقای جو بایدن بیشتر معتقده که باید با اروپایی‌ها و متحدین خودش همکاری کنه، سیاست مشترکی اتخاذ کنه، بنابراین احتمال زیاد نرم‌تر خواهد بود. به اعتقاد من چیزی شبیه به سن نسخه بروز شده سیاست آقای اوباما خواهد بود، ولی در این مورد اغراق شده. مثلا خیلی ها میان دوران اوباما رو دوران ساخت و پاس دادن امتیازهای بیکران به جمهوری اسلامی، و میبینیم حتی در مورد آقای بایدن میگن که دیگه جمهوری اسلامی نجات پیدا کرد، و در صد که درست نیست. آقای اوباما وقتی به کاخ سفید اومد که آقای بایدن معاون ایشون بودن، در همون نوروز 2009 پیامی فرستاد برای شروع مذاکرات به جمهوری اسلامی، دست دوستی دراز کرد، ولی جنبش عظیم سال 88 جنبش سبز که شروع شد، ایشون مذاکرات رو عقب انداخت نکرد، و بعد مذاکرات هم که شکست خورد، ایشون از سال 2010 تا 2016 6 سال تحریم‌های کمرشکن رژیم جمهوری اسلامی رو اجرا کرد که منجر به نرمش قهرمانانه شد. تازه مذاکرات هم که کردن با جمهوری اسلامی این تحریم‌ها رو ادامه داد. بعد از برجام هم خیلی از تحریم‌ها سر جاش موند. بنابراین مجموعه اون سیاست‌های اوباما هم فشار بود، هم یه سری مشوق‌ها که به اعتقاد من لازم هم نبود ایشون بده. سیاست آقای اوباما تغییر خواهد کرد، یعنی شدیدتر خواهد بود، به خاطر اینکه یک جمهوری اسلامی ضعیف‌تر شده، به طور کل شکافش با مردم عمیق‌تر شده. دادن امتیاز به یک رژیم ضعیف‌تر فکر نمی‌کنم در دستور کار اینا باشه. ضمناً اهرم تحریم‌ها الان داره عمل می‌کنه، آقای بایدن نیازی نداره همه اینها رو یک بار ور داره امتیاز بده. مهم‌تر از همه،
آنچه که مشوق آقای اوباما بود برای دادن امتیاز سر برجام و در مسائل منطقه دو تا بود. یکی مسئله داعش بود که اون موقع مسئله یک آمریکا شده بود، بنابراین دست جمهوری اسلامی تو منطقه باز شده بود، اوباما هم جلوی اونها نمی‌ایستاد. این دیگه نیست، این تضاد نیست. نکته دوم بسیار مهم، این دستگاه فکری بود که گویا آقای اوباما هم باور داشت و هم میگفت که باید در منطقه تعادل بشه. آمریکا بیشتر با متحدین خودش، متحدین عرب و اسرائیلی بوده، ایران رو یعنی جمهوری اسلامی رو منزوی کرده. اگه ما بیان با جمهوری اسلامی کمی دوست بشیم، تعادل بر منطقه برقرار میشه و ضمناً مهمتر از همه معتدلین یا اصلاح طلبا در جمهوری اسلامی تقویت میشن و سیاست‌های منطقه جمهوری اسلامی نتیجه‌اش برعکس شد. بنابراین چون این دستگاه فکری باطل از آب در اومده، طبیعتاً زیربنای اون دستگاه مماشات ضعیف شده. آقای بایدن به طور کامل به اون سمت نخواهد رفت. نسخه بروز شده سیاست آقای اوباما ولی شدیدتر. ببینید آقای دایی، یکی از آنچه هایی که در ذهن اکثر مردم ایران در داخل و خارج از ایران هست و خب بنابه همچین هوش سرشاری نمیخواد که آدم بداند که اکثریت مردم ایران مخالف جمهوری اسلامی هست. آنچه که در ذهن مردم مانده است به ویژه یکی از نکات مهم این است که موقعی که جنبش مردمی سال 88 در ایران جریان داشت، اشاره شما فرمودید که اون موقع آقای بایدن معاون آقای اوباما بود و مذاکرات با جمهوری اسلامی رو به دلیل اون جنبش عقب انداخت. اما یک نکته مهمی که در ذهن عرض کردم اکثریت مردم ایران هست این است که دولت اوباما و شخص اوباما هرگز اعلام حمایت نکرد از مردمی که چند میلیون مردمی که در خیابون‌ها اومده بودن و داشتن کشته می‌شدن و می‌دونیم که با شعار رأی من کجاست هم اومده بودن، یعنی ابتدایی ترین حق دموکراتیک هر جامعه. حالا من نمیگم اون کار آقای اوباما درست بود یا غلط بود، عرضم این است که اون چیزی که شما میگید سیاست مماشات با جمهوری اسلامی دیگه به صورت دوره آقای اوباما نخواهد بود، که من نمیدونم باز اسمش رو میشه گذاشت مماشات یا نه، به هر حال آنچه که گذشت اون تجربه عیناً دیگه تکرار شدنی نیست. مهم اینه برای ایرونیا که آیا دولت آمریکا در آینده نزدیک یا دور از جنبش عمومی مردم حمایت خواهد کرد یا نه. دولت ترامپ هر کس هر انتقادی بهش داشته باشه در هر بزنگاهی حمایت میکرد و همونطور که گفتین اثراتی به هر حال داشت. خواهش میکنم. بله کاملا درست میفرمایید. کار آقای اوباما به نظر من اشتباه بود. مردم هم اون موقع در خیابانها فریاد میزدن اوباما یا با اونا یا با ما. حتی خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آقای اوباما هم در کتاب خودش و هم در مصاحبه‌های متعدد اظهار پشیمانی کرده که چرا ما جدی در کنار مردم نایستادیم. دلایل مختلفی داشت این اشتباه آقای اوباما، همون دستگاه فکری که ایشون داشت که باید با جمهوری اسلامی در نیفتیم دوست بشیم. ولی یه نکته مهم من بود، ببینید اون موقع جنبش به هر صد آنچه که شناخته می شد این بود که بخشی از جناح‌های حکومتی در ایران آقای میرحسین موسوی و کروبی رهبران جنبشن. آقایان کروبی موسوی و دوستان خودشون که در واشنگتن بودن، در نوشته‌هایی که داشتن، در دیدارهایی که با آقای اوباما داشتن میگفتن از جنبش حمایت نکن، نقض حقوق بشر به طور کلی بگو، ولی وارد این دعوا نشد. درسته که دعوای واقعی بین مردم با نظام بود، دعوای جناح‌ها که نبود که. ایران اومدن اینجوری الغا کردن. حالا تفاوتش با الان چیه؟ تفاوتش الان اینه که جنبش مردمی دیگه از جناح‌های حکومتی عبور کرده، شده کل نظام. اینو همه دنیا می‌بینن. دیگه کسانی نیستن در خارج بتونن مدعی بشن که نماینده مثلا اون جنبش هم به نفع جمهوری اسلامی بیان سیاست آمریکا رو به اون آشکاری تغییر بدن. بنابراین من فکر کنم شرایط فرق کرده. دیدیم در آبان ماه گذشته، در دی ماه 96 چه تأثیری در جهان داشت. شبکه‌های مجازی ایرانیان فعال‌تر شدن و کل اروپا، حتی نگاه اروپا به این دو جنبش اخیر رو با 88 مقایسه بکنید ببینید چقدر فرق کرده اوضاع. دلیل اصلیش اینه که شکاف بین مردم با نظام انقدر عمیق شده و از نظام انقدر عبور کردن که کسی نمیتونه بهانه کنه برای اینکه بیاد در آمریکا سیاست‌های مماشات‌گرایانه رو تا
توجیه بکنه. اشتباه آقای اوباما دلایل زیادی داشت، یکی از اونها برمیگرده به اینکه خود ایرانیایی که در اینجا بودن نمیرفتن تماس بگیرن، حضور جدی داشته باشن تا این پیام رو برسونن. آن کسانی که خودشون وکیل وسیع و پیام رسان جنبش مردمی در اون سالها میدونستن، کسانی بودن که بیشتر خواهان بقای حکومت بودن و نمیخواستن آقای اوباما به اصطلاح بیاد حمایت. آیا لابی جمهوری اسلامی مجددا در آمریکا با اومدن آقای جو بایدن تقویت نمیشه؟ نسبت به 4 سال گذشته 100%. ولی اگه فکر کنیم دوران طلایی دوره دوم آقای اوباما، دوره اول، دوره دوم آقای اوباما تکرار میشه؟ هرگز. به چند دلیل. یکی عرض کردم گفتمان اصلاح طلبی که پایه اساسی این لابی بوده در سالهای اخیر به شدت تضعیف شده، بی‌اعتبار شده، خود لابی بی‌اعتبار شده، ایرانیان به شدت فعال شدن در شبکه‌های مجازی، در رسانه‌ها، ایرانیانی که ضد این نظام هستن به شدت این فضا رو پر کردن، مقابله میکنن. مثل گذشته نخواهد بود و مهمتر از همه اینه که آمریکا دید سر برجام که دادن امتیاز به جمهوری اسلامی نه تنها اصلاح طلبان حکومتی در ایران رو تقویت نمیکنه، بلکه برعکس پایه‌های سپاه رو تقویت کرد، سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه رو بدتر کرد. بسیار. این رو به تجربه دیدن. بسیار خوب، ممنونم آقای دایی. در خدمت آقای حسن منصور هستیم، استاد اقتصاد در مدرسه عالی اقتصاد و بازرگانی آمریکایی در پاریس. آقای دکتر خوش آمدید به برنامه صفحه آخر و ببخشید که چند دقیقه منتظرتون گذاشتم. آقای دکتر اجازه بدید که درباره وضعیت اقتصاد در ایران صحبت بکنیم. قیمت کالای مصرفی در ایران، چه خوراکی چه غیر خوراکی، بدون توجه به برجام، برجام بوده است یا نبوده است، مدام در حال افزایش بوده. از یک کوت به اصطلاح یک نقل قول کوتاهی میکنم از رسانه‌های خود جمهوری اسلامی، نوشتن در حالی دولت روحانی از کاهش تورم و تکنرخی شدن آن در یک سال اخیر خبر می‌دهد که نرخ تورم با مقایسه رشد قیمت‌ها در سبدی از 310 قلم کالا و خدمات محاسبه می‌شود که بخش زیادی از این کالاها و خدمات در سبد مصرفی اقشار ضعیف و متوسط نیست. علی‌رغم افزایش حدود 4 برابری درآمد نفت کشور در یک سال پس از برجام، یعنی در سال 95-96، گزارش‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که نه تنها گشایشی در سفره‌های مردم رخ نداد، بلکه آمار افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد سفره‌های مردم در یک سال پس از برجام نسبت به یک سال قبل از برجام با شتاب بیشتری کوچکتر شده است. منتها برای اولین بار قیمت‌ها در ایران همین هفته گذشته اومد پایین. یعنی از چهارشنبه گذشته، یک روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بازار در ایران کساد شد. چون کسبه میگفتن که مردم، من با چند تا از کسبه که تماس گرفتم میگفتن بازار خوابیده. چرا خوابیده؟ میگفتن قیمت ها اومده پایین. گفتم خب باید بیشتر بخرن. گفت نه، منتظرن مردم قیمت ها بیشتر بیاد پایین از این که هست. حالا سوال این است آقای دکتر منصور عزیز که این انتظار آیا بی حاصله که مردم دارن که قیمت ها بیشتر میاد پایین، و کاهش قیمت ارز و کالاها یا فقط یه شوک بوده در واقع و دوباره قیمت ها میره بالا؟ با عرض سلام جناب فلاحتی عزیز و سلام خدمت جناب آقای دایی و همه بینندگان ارجمند. ببینید در این پرسش چند نکته وجود داره. یکی مقوله ارز و کالاهای سرمایه است، دیگری سطح قیمت‌های داخل کشور. این دوتا از عوامل متفاوت حرکت می‌کنند. مقوله کمبود ارز، این یک واقعیته. یعنی طبق آمار جمهوری اسلامی ما امسال کسری تراز پرداخت داریم. میزانش فرق میکنه با گزارش بانک مرکزی و گزارش صندوق بین المللی بود، من وارد این جزئیات نمیشم، ولی به هر حال کسری تراز پرداخت به این معنی است که وصولی ارزی، وصولی دلاری جمهوری اسلامی امسال کمتر است از اونی که باید هزینه واردات بکنه. خب این کسری از کجا باید در بیاره؟ این پولی نیست که بانک مرکزی بتونه چاپ کنه، این ارزه. در نتیجه باید در برابرش صادرات داشته باشه. صادرات هم نفتی و هم غیر نفتی افت کرده، در نتیجه میزان وصولی کمتر است از میزان هزینه. این کسری باید از موجودی، یعنی از ذخیره تامین بشه. ذخیره های صندوق توسعه ملی و ذخیره های بانک مرکزی،
اینها ولو که به دقت اعلام نمیشند، ولی طبق ارزیابی هایی که ما کردیم موجودی جمهوری اسلامی حدود 70 تا 75 میلیارد دلار. منتها این رقم در اختیار خودش نیست، بلکه بلوک است در کشورهای متفاوت و پخش در کشورهای متفاوت. عرض کنم برخی از اینا به علت تحریم های آمریکاست، تحریم های دلاری است، و برخی به علت مشکلات FATF که مثلا کشوری مثل چین یا هند یا کره شمالی نمیتونن این کشورها رو این پول ها رو برگردونن. طبق برجام بنا بود که جمهوری اسلامی بتواند سالانه به 10% موجودی ارزی خودش دسترس پیدا بکنه. خاطرتون است که این موجودی ارزی رو آقای اوباما 150 میلیارد دلار اعلام کرد، بعد آقای جان کری 110 میلیارد دلار اعلام کرد، در داخل ایران از 100 تا 220 میلیارد دلار اعلام شد. عرض کنم ولی این به این معنا نبود که این پول به ایران منتقل میشه، بلکه برجام اجازه داد که هر سال 10% این مبلغ قابل دسترس باشه. اگر طبق همین فرمول عمل شده باشه، در دوره حیات برجام، یعنی در 2 سال و 3 سال، در این صورت سالانه در حدود 15 میلیارد 12 14 میلیارد باید به دست جمهوری اسلامی رسیده باشه. بگذاریم از تعارضات و تناقضاتی که در ایران مطرح شد، برای اینکه در برابر این ادعایی که رئیس جمهور فعلی، رئیس جمهور آقای ترامپ بارها اعلام کرد که آمریکا 150 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی داد، رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که یک قرون ندادن. طبیعی است که هیچ کدوم از این دو ادعا درست نبود، بلکه برجام این رو تقریر میکرد که سالانه 10% پولهای بلوکه شده در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره. اکنون عرض کنم موجودی جمهوری اسلامی، اونی که در اختیارش، رقم بسیار بسیار کمیه که عملا کفاف وارداتش رو برای یک سال نمیده. در نتیجه وقتی کشوری موجودیش کمتر باشد از حد کفاف برای یک سال و نیم تا دو سال، میزان اعتبار اون کشور برای تجارت خارجی سقوط میکنه. جمهوری اسلامی از این نظر تحت فشاره. پس این رو داشته باشید، به این اضافه کنید تعهدهای ارزی نظام رو در منطقه و بیرون مرزها. برای اینکه در داخل کشور علارغم تمام گرفتاری ها و علارغم تمام گرانی ها و علارغم اینکه به این سطح قیمت ها نباید افزود، در نهایت دولت میتواند پول چاپ بکند، کاری که میکنه. در نتیجه در ایران اگر ایجاد تورم بکنند، تورم 30%، 40% و بالاتر پدید بیارن، زیاد نگران اون قضیه نیستن، ولی نگران امکان نداشتن برای پرداختهای ارزیشون هستن. برای اینکه تعهدایی که برای نیروهای نیابتی در خارج مرزها، نظیر حزب الله، جهاد اسلامی، زینبیون، فاطمیون، حشر و شبی و دیگران دارند، اینها را باید بهشون پرداخت بکنند. از این نظر امروز جمهوری اسلامی تحت فشار بسیار جدی است که مبالغی پول گیر بیاره، بلکه بتونه این تعهدات رو بپردازه. یعنی آقای دکتر منصور میفرمایید که در صورت، حالا میرسیم به این موضوع، اما همین سوال مختصر عرض کنم ازتون که در صورت برگشتن تعهدات برجامی آمریکا، فرض بفرمایید اون 10% پرداخت بشه، در واقع اون 10% اساساً مثل دوره اوباما اساساً میرود به جیب نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و ربطی به وضع زندگی مردم نخواهد داشت. این ببینید بستگی داره به شرایط امنیتی داخلی، یعنی نظام چه مقدار از طغیان مردم تهیدستان، به ویژه طغیان تهیدستان در این شرایط میترسه، برای آرام کردن اینها چیکار باید بکنه. در این زمینه مطالب زیادی گفته و نوشته شده و من چندین مقاله تحلیلی در این زمینه نوشتم. ببینید جمهوری اسلامی برای اینکه پیشبینی بسیار جدی و دقیق داره نظام که تهیدستان کشور در معرض
طغیانند. برای اینکه جلوی این طغیان رو بگیره به چند وسیله متوسل شد. یکی از اونها مقوله بورس بود. من در اون زمان مقاله چاپ کردم، همون 3-4 ماه پیش بود. آقای دکتر منز، یک دنیا ازتون عذر میخوام، اجازه بدید به بورس جداگانه بپردازیم، یعنی به راه حل های در واقع جمهوری اسلامی که خب خیلی لغزان داریم میبینیم هست. اجازه بفرمایید به این بویژه به بورس اجازه بفرمایید که مستقل بپردازیم. ولی همین که شما چون تو صحبتون فرمودین که جمهوری اسلامی ایران آنچه که در داخل میتواند بکند چاپ اسکناسه، ولی خب داریم میبینیم که در واقع هزینه ها در ایران با دلار محاسبه میشه. دلار به محض اینکه پایین بالا میره قیمت ها گرون و ارزون میشه، یعنی سفره مردم به دلار مربوطه. و آیا این وضعیت که در پیوند با برجام عرض میکنم، این وضعیت که به دلار مربوط میشود چگونه بر سفره مردم اثر میذاره؟ این سوال. ببینید سطح قیمت ها، قیمت چگونه تعیین میشه؟ در ازای مقدار معینی از کالا مقداری پول به گردش در میاد. اگر حجم این پول زیاد بشه نسبت به اون کالا، قیمت ها بالا میره. تولید ملی کشور دو ساله به طور متوالی سالانه میگینه 6-7% رقم رسمی انقباض پیدا میکنه. در کنار این، برای این قیمت ها بتونن ثابت بمونند باید نقدینگی هم کاهش پیدا بکنه، در حالی که طبق آمار رسمی بانک مرکزی نقدینگی هر روز به اندازه 2000 میلیارد تومان، یعنی 2 تریلیون تومان، 2000 میلیارد تومان در روز اضافه شده به نقدینگی. خب این خودش یکی از معماهایی است که باید پاسخ داده بشه و من تحلیل این رو عرض کنم در مقاله جداگانه دارم چرا چنین میشه. در نتیجه پول نقدینگی اضافه میشود در حالی که تولید فروکش میکنه، منقبض میشه، در نتیجه قیمتا بالا میره. نتیجه این قضیه برآوردهایی که در تهران شده، امروز رقم 9 میلیون تومان خط فقر یک خانوار 4 نفری است، در حالی که وقتی شما با بودجه دولت نگاه میکنید حقوقهای متوسط و معمولی در حدود 3 میلیون تومان. خب حالا سوال همین است دیگه آقای دکتر منصور، که 10% از 150 میلیارد دلار یا 10% از 110 میلیارد دلار اگر همین فردا توسط دولت بایدن به جمهوری اسلامی در چارچوب مثلا توافقات برجامی داده بشود، این آیا خط فقر میره پایین برای مرد، اکثریت مردمی که حدود 3 میلیون تومان دارن حقوق میگیرن؟ نه، ببینید اینطوری نمیشه. در هر دو قسمت پرسشتون یه اگرمایی وجود داره. اولا اینکه دولت بایدن به این سرعت نمیتونه به برجام برگرده، وانگهی همونطور که آقای دایی اشاره کردند برگشت برجام به صورت سابق مطرح نیست، بلکه هم وضعیت آمریکا، هم وضعیت اروپا و هم وضعیت ایران دگرگون شد، هم منطقه خاورمیانه. در نتیجه این وارد مذاکره جدیدی میشن با شرایط جدید. منتها اگر این مبلغ وصول بشه برای جمهوری اسلامی ایران، طبیعی است که جمهوری اسلامی با توجه به میزان نگرانی که از طغیان مردم داره هزینه مردم خواهد کرد، ولی از طرف دیگهشون تعهدهای نیابتی در منطقه داره، اونا رو هم هزینه خواهد کرد. بس همه پول هزینه مردم نخواهد شد، سهم بخش معینی هزینه مردم میشه. ولی آیا اینکه قیمت‌ها پایین میان؟ نه. ببینید این مقوله بسیار فنی‌تر است که قیمت‌ها تا کجا میتونن پایین بیان. قیمت‌ها میتونه تا حدی پایین بیاد، ولی آیا ما به دلار 10000 تومانی میتونیم برسیم؟ پاسخ اینه که نه. چرا؟ برای اینکه در همین مدت یک سال گذشته، چون خیلی از وارد کنندگان ناگزیر شدن با ارز نیمایی، یعنی تقریبا معادل بازار آزاد وارد کنند، این قیمت ها در سطوح و در شریان های تولید ملی و کارخانجات رسوب کرده، در نتیجه در کالاهای دستمزدی هم رسوب میکنه و سطح قیمت ها بالا میره. در نتیجه سطح قیمت ها بالا رفته و همه این بالا رفت قابل برگشت نیست، برای اینکه اینا در ساختار نظام
رسوب میکنه. ولی تا کجا میتونه پایین بیاد، این جای محاسبه است و میشود محاسبه کرد این قضیه رو. بسیار خوب، سپاسگزارم آقای دکتر منصور عزیز. آقای دایی، بفرمایید که وضعیت جمهوری اسلامی در منطقه چگونه است الان همچنان با وجود سیاست‌های دولت ترامپ، و این سیاست‌های دولت ترامپ چه تأثیری در موقعیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه داشته؟ از کم که من به اعتقاد من جمهوری اسلامی یک روند نزولی داشته در منطقه موقعیتش، که به اعتقاد من از سال 2011 شروع شد، یعنی اگه و این سیاست آقای ترامپ هم تشدید کرده این روند نزولی رو، به این معنا که اگه من به اعتقاد من از سال 2003 که آمریکا به عراق حمله کرد، دست جمهوری اسلامی در عراق و بعد در منطقه باز شد، رشد داشتش این دخالت های منطقه جمهوری اسلامی. بعد از دخالت در سوریه این برعکس شد، جنایاتی که در سوریه کرد، مسائل بعد پیرامون اون که در عراق و در لبنان ایجاد شد، روند نوری داشت. دلیلش هم اینه که اینکه میبینیم در لبنان و در عراق مردم قیام میکنن، شعار رئیس جمهوری اسلامی، دلیل اساسیش اینه. جمهوری اسلامی نفوذش در منطقه، این که میره در این کشور یا در اون کشور، چون روابط عادی که نیستش، که روابط اقتصادی و فرهنگی، روی میکروبی که روی زخم میشینه. در لبنان جنگ داخلی بوده، در سوریه که میدونید چه وضعی بوده، در عراق خلای قدرت بوده، در یمن جنگ داخلی بوده، در همه این جاها میره. بعد متحدینش کیان؟ عده واپسگرا، حالا چه هشت شعبی باشه، چه فاطمیون باشه، چه حزب الله لبنان باشه، چه انصار الله یمن، حوثی‌های یمن. خب اینا واپسگران با به اصطلاح منافع مردم همین کشورها تضاد دارن. ولی مهمتر از همه، برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه نفوذ و هژمونی خودش رو در عراق و لبنان و جای دیگه حفظ کنه، باید یه سیستم فاسد و حکومتی باشه. خب اگه دموکراسی باشه، مردم نظر و رأی بدن در این کشورها، که جمهوری اسلامی بیرون میکنن. حزب الله 14 تا کرسی پارلمان داره از 120 تا، ولی همه کاره است. خب میان یه سیستم فاسد درست کردن، از این سیستم فاسد حفاظت میکنن، مراقبت میکنن که بتونه به حزب الله یا هشت شعبی اجازه نفوذ بده. این سیستم فاسد این کشورها رو از نظر اقتصادی ویران کرده. بنابراین تضاد جمهوری اسلامی به خاطر اینکه واپسگرایی رو دامن زده، فرقه گرایی رو دامن زده، برای اینکه یک سیستم فاسد به این کشورهای منطقه تحمیل کرده، تضادش با مردم و منافع مردم رشد کرده. و میبینیم در لبنان، در عراق و همه اینها این بسیار رشد نزولی داشته موقعیتش. خب حالا همین موقعیت ادامه پیدا میکنه در دوره بعد از تغییر دولت بله آمریکا در دوره بایدن؟ بله، حذف قاسم سلیمانی هم مهم بود، چون بسیار تضعیف کرد جمهوری اسلامی رو در منطقه. نقش مهمی در هدایت این گروه های شبه نظامی داشت. تحریم هایی که از زمان آقای اوباما بود، اینا رو تضعیف کرد. زمان آقای اوباما بیشتر که وقتی پول نداشته میشه، نمیتونه پول فاطمیون و زینبیون و بقیه رو بده و حزب الله، اینم باعث تضعیف شده. به نظر من در زمان آقای بایدن، اتفاقا ایشون در یه مصاحبه گفته بود چند ماه پیش، که اگه من بیام اون اشتباه سال 2015 و 16 رو تکرار نمی‌کنم، ما بعد مسائل منطقی هم در یک سازش احتمالی با جمهوری اسلامی دخالت بدیم، نمیتونیم که دست جمهوری اسلامی رو باز بذاریم. به اعتقاد من در آینده این روند نزولی ادامه خواهد داشت. به اعتقاد من خب اجازه بفرمایید که یه چند دقیقه به برجام متمرکز بشیم. برجام یا برنامه یا قرارداد مشترکی بود در واقع بین 7 کشور، ایران، آمریکا، چین، روسیه، فرانسه، انگلیس و آلمان. هدفش جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای بود. این در واقع آشوبی که درست شد بعداً ماجرا برنامه هسته‌ای بود. فقط توافقنامه برجام در 29 تیر 94 در شورای امنیت سازمان ملل چنان که می‌بینید تصویب شد، شد قطعنامه 2213. تصویب اون قطعنامه یعنی لغو 6 قطعنامه قبلی شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران. یعنی پایه و اساس، تاکید میکنم باز، که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بود. آمریکا در 18 اردیبهشت 97 از برجام آمد بیرون و دولت ترامپ اعلام کرد که این قرارداد بدی است و در ضمن جلوی فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی رو نمیگیره و محدود نمیکنه در حوزه تروریسم اینها. باری جمهوری اسلامی بعد از خارج شدن دولت ترامپ از برجام و بعد از اینکه
اون سازوکار مالی اروپایی ها اینستکس در واقع ازش ناامید شد جمهوری اسلامی، اعلام کرد که در چهار مرحله توافقهای برجامی رو کنار میذاره، که کنار گذاشته. گام اول توقف فروش آب سنگین و اورانیوم قرین شده که قرار بود هرچی که این کارا رو میکنه بده بیرون از ایران، که اینو توقف کرد. گام دوم توقف رعایت محدودیت های مربوط به سطح قرنسازی اورانیوم. گام سوم حذف همه محدودیت ها درباره تحقیق و توسعه از جمله کار روی انواع سانتریفیوژ های جدید. گام چهارم رونمایی از زنجیره آبشار سیتایی سانتریفیوژ IR6 که پیشرفته ترین سانتریفیوژ در ایران. الان راه اندازی قسمت ثانویه راکتور آب سنگین عراق که پلوتونیوم تولید میکنه برای بمب اتم و نصب ماشین جابجایی سوخت راکتور عراق. یعنی ببینید همه کارهایی که ببخشید همه کارهایی که میشد در مدت کوتاهی با سرعت در مسیر تولید سلاح هسته‌ای انجام بشود، در فاصله اردیبهشت تا آبان 98 شد، انجام شد. پنجم آبان 99 عکس‌های ماهواره‌ای نشون داد که جمهوری اسلامی در حال ساختن تونل‌های متعدد و کارگاه‌های متعدد زیرزمینی جدید در سایت هسته‌ای نتنز. این عمل جمهوری اسلامی رو وقتی در کنار یافته‌ها و بیانیه‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در همین چند ماه اخیر می‌ذاریم، می‌بینیم که جمهوری اسلامی از آن چند که در اون چهار مرحله اعلام کرده خیلی فراتر رفته. دولت ترامپ عرض کردم میگوید برجام جلوی فعالیت‌های هسته‌ای موشکی و جلوی تروریسم جمهوری اسلامی رو نمی‌گرفت، به همین دلیل هم ازش خارج شد. آقای دایی، جمهوری اسلامی میگوید که اگر آمریکا برگرده به برجام، ما هم این فعالیت‌هایی رو که بنده اشاره‌وار عرض کردم متوقف می‌کنیم. بازگشتن به برجام برای جمهوری اسلامی چه فایده‌ای داره که اینا رو می‌خواد متوقف کنه؟ ببینید جمهوری اسلامی می‌خواد تحریم‌ها برداشته بشه. هدفش مهمش اینه. این کارایی هم که می‌کنه تهدید هسته‌ایش رو ببره بالا که بایدن مجبور بشه بیا سر میز مذاکره، اگر نه بایدن عجله‌ای نداره، تحریم‌ها داره پدر جمهوری اسلامی در میاره. برای اینکه زودتر بیاد، زودتر به جمهوری اسلامی امتیاز بده، بعد تهدید هسته‌ای بره بالا، یعنی باجگیری هسته‌ای. خب وقتی بیام وارد مذاکره، هدف اینه که در طول مذاکره، بدون مذاکره که اینجوری نیست که آقای بایدن بیاد بگه آقا ببخشید آقای ترامپ خارج شد، بیام برگردیم به برجام، تحریمام برداشته میشه، یه صلوات هم بفرستیم. همچه اتفاقی که نخواهد افتاد. خود خانم وندی شرمن امروز گفته راه درازی به برجام، برجام دو یا هر چیز دیگری، مذاکره یک خواهد گرفت، طول خواهد کشید. ولی هدف جمهوری اسلامی اینه که با افزایش این تهدید هستی بیاد با شروع مذاکرات، آن چیزی که در زمان آقای اوباما کرد، تعلیق در مقابل تعلیق، فریز در مقابل فریز، یعنی اینکه میگه من مثلا این سانتریفیوژ شیشی که شما گفتین سری ششم، اینا رو گاز بهش تزریق نمی‌کنم دیگه، اورانیوم غنی شده رو بیشتر از این نمی‌کنم، شما در مقابل یه امتیازی سر تحریم برید، مثل زمان آقای اوباما، بیاد به من اجازه بدید یه مقدار نفت بفروشم، حالا پولش رو دارو یا غذا نفت بفروشم. کاری که آقای اوباما کرد، 1 میلیون بشکه در روز به اینها معافیت نفتی داد که پولش رو در چین و هند و بقیه جاها میتونستن یه خرید اقلامی رو خرید بکنن. هدف جمهوری اسلامی اینه. بسیار خوب. آقای دکتر منصور، بازگشت آمریکا به برجام آیا جمهوری اسلامی رو از بحران مشروعیتی که در داخل دارد و از انزوای بین المللی در خارج آیا نجات میده؟ پاسخ بسیار مختصرتون جناب فلاتین است خیر، برای اینکه مشروعیت جمهوری اسلامی به تحریم آمریکا ربطی نداره. ببینید دولت در ایران یا دولت در هر کشور دیگری باید نشون بده که کارآمد و در خدمت مردمه. امروز شما وقتی فقط اخبار کرونا رو میخونید واقعا دلتون میلرزه. یعنی کشوری که امروز روزانه چندین هزار نفر تلفات داره، علی‌رغم آمار دروغین که اعلام میکنن، برای اینکه شما فقط مصاحبه مسئول بهشت زهرا رو ببینید، گفتن که روزانه ما اینجا بیش از 350 جسد تحویل میگیریم در یک مقبره. شما ببینید ده ها مقبره در تهران و شهرستانهای دیگه وجود داره. در نتیجه میزان تلفات بسیار بار است. این یک عامله. مسئله معیشت،
میبینید معیشت مردم در چه وضعیه. آمار رسمی و گفته مسئولان تراز اول مملکت نشون داده که حقوق دریافتی حدود 1/3 معیشت مردمه، برای 2/3 دیگرشون باید دوندگی بکنن. در نتیجه مشروعیت نظام بستگی به این کار نداره. منتها این پرسش شما جنبه فنی دیگری داره، به اون اشاره بکنم. ببینید اگر عرض میکنم که چنین چیزی نخواهد شد، اگر آقای بایدن تسهیلات مالی فراهم بکنه به سرعت برای جمهوری اسلامی، این چه کار خواهد کرد؟ همونطور قبلا صحبت شد، بخشی از آن ممکنه در داخل هزینه بشه، ولی آیا این نظام اقتصادی ایران رو معایبش رو تصحیح خواهد کرد؟ پاسخ این است خیر. برای اینکه نظام اقتصادی ایران نظامی است که 80% تولید ملی دولتی است، در اختیار یک دولت ناکارآمد، حتی کارآمدترین دولت ها اگر 80% اقتصاد در اختیارشون باشه، کارشون به فساد و زمینگیری میکشه. پس این یه مسئله است. آیا اون 40% از تولید ملی که زیر نگین ولایت فقیه و نهادهای انقلابی است، آیا اون به بخش مردم برمیگرده؟ خیر، بر نمیگرده. در نتیجه اینا هیچ ربطی به مقوله تحریما نداره، بلکه قبلا در بحث برجام اینا تحت عنوان برجام 2 و برجام 3 عنوان شده بود که عملا رهبر و سپاهیان جلوی اجراشون رو گرفتند. ببینید آقای دکتر منصور اشاره کردن، حالا برمیگردم به آقای دایی، هم اشاره کردن که روزانه 1,000,000 بشکه نفت میتونست جمهوری اسلامی بفروشه در زمانی که برجام، در واقع امتیازی که حالا اسمش هرچی بذاریم، که دولت اوباما به جمهوری اسلامی داده بود و اقلامی از چین و کشورهای دیگه بخره. چرا وضع مردم بهتر نمیشد؟ و در شرایط فعلی اگر به برجام برگردد، یعنی برجام برگردد، در واقع چه تضمینی است که وضع مردم بهتر بشه؟ بله، اون روز جمهوری اسلامی تحت این فشارهای امروز نبود. اون روز حراسش از طغیان مردم به این اندازه نبود. در نتیجه حدس من این است که اگر چنین وضعیتی ولو نیمه کار پدید بیاد، جمهوری اسلامی بخشی از پولها رو در داخل خرج خواهد کرد. ولی مسئله ایران بسیار بالاتر از این حرف هاست که بتونه با این پول ها حل بشه. اولا پول حتی اگر زیاد باشه که نخواهد بود، حلال مسئله نخواهد بود. دوم، ورود ایران به بازار نفتی به این سادگی انجام نخواهد گرفت، برای اینکه کل بازار نفتی امروز، بخش انرژی و نفت در جهان که من دوش کار میکنم، دچار بحرانه. در نتیجه سهام شرکت های نفتی به حدود 30% پایین افتادند. در نتیجه فعلا چشماندازی بر رونق مجدد نداریم، این بستگی به شرایط کرونایی داره. وانگهی مسائل اقتصادی ایران همانطور که عرض کردم ساختاری است، یعنی در ساختار دولتی، در ساختار نهادهای انقلابی است. در نتیجه فساد هم نتیجه آن است، اینم درمان نخواهد شد. به این ترتیب حتی اگر گشایشی پدید بیاد، این گشایش به اصلاح مسائل بنیادی اقتصادی ایران نمی انجامه، ولی میتونه دست نظام رو باز بکنه. احیانا بخشی از اینم میتونه در روی معیشت مردم منعکس بشود، به همون اندازه که نظام از طغیان مردم وحشت داره. ممنونم آقای دکتر. آقای حسن دایی، خواهش میکنم پاسخ همین سوال مختصر بفرمایید که بتونیم ادامه بدیم بحث. ببینید دیگه نمونه برجام یادمونه دیگه. برجام آخر 2015 امضا کردن، ژانویه 2016، یعنی الان به زودی خواهد شد 5 سال پیش، اجرایی کردن. بخشی از تحریم‌ها برداشته شد، دست جمهوری اسلامی به منابع ارزی رسید، 2,700,000 بشکه نفت شروع که فروختن. خب از همون بعد از اون آیا شرایط اقتصادی مردم بهتر شد؟ از همون موقع اصلا قیام دیما از کی شکل گرفت؟ از همون آرام آرام، از همون اول بعد از برجام، هنوز تحریم‌های جدید آمریکا نیامده بود. تحریم‌های جدید آمریکا 2 سال بعد اومد. مرد تظاهرات بازنشستگان، مال باختگان، کارگران، معلمان، سراسر ایران رو فرا گرفت. بله، همه در دوره برجام بود. منتها آنچه صحبت هست و شما اشاره کردین این است که در واقع قیام گرسنگان و پابرهنگان، آنچه که مرسوم است در واقع
فلسفه سیاسی کشورها، اکثریت جامعه این در چشم انداز هست و جمهوری اسلامی این را میداند و برای همین بخش از این پول و خرج معیشت مردم خواهد کرد. آیا این چشم انداز شما میبینید؟ طبیعیه که اندکی تغییر خواهد کرد، مثل مسکنی که به یک بیمار خیلی شدید بدید، یه نیم ساعت یک ساعت ممکنه این ستون به اون ستون، خب اولا دیگه توافق بشه روحیه مردم رو خراب میکنه. یه با دنیا ساختیم مثلا نجات پیدا کردیم که دروغه، هیچ چیش توافق شما رو نجات نخواهد داد، برگشت ناپذیره. ولی ستون به این ستونه، یه برای مدت بسیار کمی ممکنه یه شوک کوچیکی به بازار اگر بخواد وارد کنه، که آقای دکتر منصور به خوبی توضیح دادن. ولی نمونه برجام دیگه، نمونه برجام جلوی چشم ماست، هیچ تغییری در وقت من بیادم بعد از برجام در خدمت خود شما بودم آش. دو نکته رو گفتم یکی که این برجام سازش هسته‌ای نیست، آتش بس موقت هسته‌ایه، به زودی به هم می‌ریزه چون مسائل بنیادین حل نشه. دوم، سفره مردم رنگین نخواهد شد، تأثیری در وضعیت مردم خب. نخواهد بود. حالا معذرت میخوام، با توجه به ضیق وقت اجازه بدین یه نکته رو عرض بکنم که بخشی از رژیم به ای بسا بیت رهبر معظم عقیده دارد، چون یکی از سخنگوهاشون در واقع ممجواد لاریجانی، معاون سابق بین الملل قوه قضاییه و معاون سابق وزارت خارجه جمهوری اسلامی است. او دو شب پیش آوردنش سیمای آقایون تا درباره موقعیت فعلی برجام صحبت کنه. میگوید دولت بایدن به برجام برمیگرده صرفاً برای فعال کردن مکانیزم ماشه. اجازه بدین بشنویم، برگردیم. سیستم ماشه را که یکی از نقاط بسیار آسیب پذیر این توافقنامه برجام هست رو فعال کنه. خیلی هستن همین کشور ما حلوا میکنن، میگه خیلی چیز خوبیشه داره میاد تو برجام، اما اینا میان تو برجام به راحتی سیستم ماشه رو مانند یک گرز برای سر ما دارن. سیستم ماشه درش دیگه نیاز نیست اروپایی هم باشن، چه باشن چه نباشن مهم نیست، هر کشوری میتونه از اون کشوری که امضا کردن بله بگه عمل نشده در یه فرجه زمانی، بعد همه چی برمیگرده به حالت اولش بدون رأی در داخل شورای امنیت. خب آقای دایی، خواهش ما هم خیلی مختصر بگین که این مکانیزم ماشه چیست و این سخن ممجواد لاریجانی چقدر پایه و مایه داره؟ پایه که اصلا نداره، الان توضیح میدم. این سیستم اینه که در چارچوب برجام اگر جمهوری اسلامی عدول بکنه از تعهدات کرده، یکی از طرفین شرکت کننده آمریکا، انگلیس یا هر کسی میتونه به شورای امنیت شکایت کنه، به اون کمیسیون مخصوص که هست، بعد از یه پروسه‌ای یه فرایندی اتومات تمام به تحریم‌های شورای امنیت، تحریم‌های هسته‌ای برمیگرده. این بهش میگن اسنپ بک، مکانیزم ماشه. خب حالا حرفی که این میزنه اینه، میگه ما اگه به برجام بریم بعداً اگه تقلب کنیم به تعهداتمون عمل نکنیم میتونن مکانیزم ماشه رو انجام بدن. خب حالا چرا میرید پس اگه میخواید تقلب کنید؟ دو، اوباما که الان تحریم‌ها کلی علیه شما هست، بیاد با شما قرارداد ببنده، یه سری معافیت تحریمی هم بده که بعد دوباره بره تحریم‌ها رو اعمال کنه. خب تحریم‌ها که الان هست، درست مثل این حرفی بود که می‌زدن، میگفتن ما اگه بریم به تعهد به FATF و کنوانسیون‌ها که گفته بپیوندیم اجرا کنیم، خودمون دست خودمون بستیم، یعنی میام حسابایی که مثلا به حزب الله یا دیگران پول می‌دیدیم و لو دادیم. خب ندین، یعنی خودش داره اعتراف میکنه که میخوام در برجام تقلب کنیم، FTF هم گفتن نمیپیوندیم، برای اینکه کلی سیستم ما توش پولشویی، فساد و حمایت مالی از تروریست داره. این اشکال اساسی ایناست، نمیتونن مثل آدم با دنیا سازش بکنن، بسیار خوب. باید همیشه تقلب کنن. بسیار سپاسگزارم آقای حسن دایی. آقای دکتر منصور عزیز، ما کمتر از 2 دقیقه وقت داریم، من میخوام درباره بورس ازتون بپرسم، اساسی بود، حالا فرصت نشد، شاید بعدها هم باز بهش برگردیم در برنامه‌های بعدی. ولی اصولا سوق دادن مردم، چون خود آقای خامنه‌ای خیلی تلاش مونه تو سخنرانیش به صراحت از مردم خواست که بیاین تو بورس فعال بشین، حالا کاری نداریم که از نظر فقهی اصلا بورس حرام است و رباست و اینها، پول بر پول آوردن، ولی اصولا این در وضعیت مردم چه تأثیری داره؟ یعنی میخوام یک پیشنهاد، توصیه، نصیحت، من نمیدونم، به مردم بکنین، خواهش میکنم. ببینید، در این 2 دقیقه در واقع دریا رو باید در کوزه ریخت. انگیزه باد زدن به بورس 2 تا بود.
یکی اینکه دولت میخواست با قیمت‌های بالا رفته بخشی از سهام خودش رو بفروشه تا کسری پولی، کسری بودجه شو که در حدود 300 هزار میلیارد تومانه تامین کنه. دوم، میخواستند با وارد کردن سهام عدالت که فتواش هم آقای رهبر صادر کردن به بورس، عملا برای دارندگان سهام عدالت به هر خانوار در حدود 30 40 50 60 میلیون تومان پول برسونن تا جلوی طغیانشون رو بگیرن. این پول از کجا میخواستن بگیرن؟ از جیب طبقات متوسط میخواستن منتقل کنن به جیب فقرا. این در واقع مکانیزم بسیار هوشیارانه و موزیانه بود. دولت در این زمینه تا حدود زیادی موفق شد، ولی من همون مقاله که اشاره کردم اونجا توضیح دادم، تحلیل کردم که چرا این قیمت صعود خواهد کرد و امروز شما شاهد هستین که در حدود 150 تا 200 میلیارد دلار از ارزش بورس سوخته و مردم هم هر روز در خیابون تظاهرات دارن میکنن که مال ما رفت. باز آقای دکتر منصور، ما درباره بورس از جمله باید باز در خدمت شما باشیم. به هر حال در همین حدی که داریم میبینیم، من امیدوارم که مردم گول در واقع توصیه ها و آقای خامنه ای و بقیه مسئولان جمهوری اسلامی رو در این زمین ها نخورن و پولشون رو تو جیب جمهوری اسلامی مستقیم نریزن. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر حسن منصور و آقای حسن دایی. بریم پرده آخر دیگه. این آلبرت انیشتین معروف، یعنی نابغه تک علم فیزیک هسته‌ای و شناخت جهان، این شخص شیعه شده و مسلمان و به مرحوم آیت الله عظما بروجردی نامه نوشته که علت مسلمان شدن من و شیعه بودن من چیست. مرحوم آقای بروجردی ام فرمودن به او که ایمانت را و تشیعت را و اسلامت را مخفی کن تا وقتی من نگفتم اظهار نکن که صهیونیست‌ها تو را میکشن. انیشتین میگوید علت این که من شیعه شدم و مسلمان شدم و شیعه شدم و تشیع را برگزیدم این بود که در روایات شیعه دیدم که شما میگویید پیغمبر شبی که به معراج میرفت رفت تمام، اولا از مسجد الحرام به مسجد الاقصا رفت، یعنی 3000 کیلومتر راه از مکه به فلسطین اشغالی امروزی به بیت المقدس قدس، از اونجا هم با آسمان ها رفت، 7 آسمان رو در نوردید، بهشت رو رفت، جهنم رو رفت، همه در کمتر از چند ثانیه بود. انیشتین گفته این ممکن نیست مگر با نظریه نسبیت. شب و روزگار خوش.